به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز. در حالی که رضا یزدانی دلاور مرد کشتی کشورمون، مرد مازندرانی و دلاور جویباری برای کسب نشانه طلا در مقابل سرحد بالچی از ترکیه بایستی مبارزه خودش رو برگزار بکنه. اگر ناداوری در این دیدار برقرار نشه، رضا یزدانی میتونه اولین نت جهانی به دست بیاره. کشتی رو بایستی او شروع بکنه، بایستی اصلا هیچ فرصتی به داوران نده که ناداوری بکنند. حمله تنها کاریه که میتونه رمز موفقیت رضا یزدانی در این دیدار باشه. او بایستی دستاش روی سرگردن حریف به خوبی کار کنه، همون کاری که در مسابقات آسیایی، در بازیهای آسیایی در گوانجو از او دیدیم. در حالی که تماشاچیان حاضر در سالن رو به جلو حرکت میکنه رضا یزدانی و حریف رو به پل میبره. بایستی دو امتیاز به رضا یزدانی بدن که متاسفانه فقط امتیاز یک رو داور وسط درخواست میکنه. 1-0 جلو میفته. باز هم دستاش روی سرگردن حریف کار میکنه. سرحد بالچی در اندازه این نیست که بتونه رضا یزدانی ما رو شکست بده. یزدانی باز هم رو به جلو حرکت میکنه، دستاش زیر کت در منطقه قرمز توشک. داور در سوت خودش میدن یک تذکر بیمورد به رضا یزدانی. رضا یزدانی مچ رو میگیره، رو به جلو حرکت میکنه. حالا یک بار دیگه حریف رو به سمت پایین قوس میکنه تا شاید سرگردن سرحد بالچی رو در اختیار بگیره. 1:12 رو پشت سر گذاشتیم. عجب زیری رو میگیره، باریکلا به رضا یزدانی. از همونجا مستقیما حریف رو به پل میزنه. 3 امتیاز، نتیجه حالا 4-0 میشه. قطعا جشنی در جویبار برقرار خواهد بود به خاطر دلاوری رضا یزدانی. در وسط دوشک حالا بعد از مدال طلایی که مهدی حاجی زاده برای جویباری ها به ارمغان برد، نوبت به رضا یزدانی میرسه که دومین طلای مسابقات جهانی به جویبار برده بشه. 1:43، 44 ثانیه رو دو کشتیگیر پشت سر گذاشتند. ما شکی در پیروزی رضا یزدانی در این 2 دقیقه نخواهیم داشت و همونطور که خدمتتون عرض کردم، او نبایستی فرصت به داورا بده که ناداوری رو اعمال بکنن. خیلی خوب و روون کشتی گرفت، او موفق شد این وقت رو با پیروزی پشت سر بگذاره و حالا علاقمندانه به کشتی که در ترکیه حاضر هستن، ایرانی های علاقمندی که رضا یزدانی رو تشویق میکنن، ببینید با قدرت بدنی بالای خودش چگونه بالچی رو در فضا سرنگون میکنه و 3 امتیاز رو به دست میاره. از زاویه دیگر و نمایی دیگر این حرکت قدرتمندانه رضا یزدانی رو شاهد هستید. خب اگر به همین شکل رضا یزدانی وقت دوم رو هم مبارزه بکنه، او سر حال هست و قطعا میتونه وقت دوم رو هم با پیروزی پشت سر بگذاره. سوت داور آغازگر مبارزه دو کشتیگیر هست. یزدانی دستاش روی سرگردن کار میکنه، دست رو به زیر کت میبره. حالا بالچی قصد زیرگیری داره اما یزدانی اجازه کار رو به او نمیده. رقص پا میکنه رضا یزدانی در وسط دوشک. باز هم سعی میکنه دست رو به زیر کتف حریف ببره. یک بار دیگه او رو به سمت پایین قوس میکنه. اصلا در قواره رضا یزدانی سرحد با ایست. مچعریف رو گرو میگیره، سعی میکنه که دست رو به زیر کت ببره، رو به جلو حرکت میکنه. غلام رضا محمدی در کنار توشک، همینطور محسن کاوه، حامد میرمادیان، آقای اولیا در کنار توشک هستند. داور در سوت خودش میدمه، به دو کشتیگیر تذکر میده. ترک هایی که در سالن هستن، یک زیر یک هم رو میگیره، باعث تبدیل به مچ پا بکنه.
افسوس که این فرصت رو به راحتی از دست میده رضا یزدانی. عجب موقعیتی رو به دست آورد. بایستی دستاش روی سرگردن عریف کار بکنه، میتونه با تکون دادن ها قوس کردن ها تعادل او رو به هم بزنه. بالچی به اندازه رضا یزدانی آماده نیست، باز هم میتونه با زیرگیری در 30 ثانیه باقی مانده کار رو یکسره بکنه. دستاش توی سرگردن به خوبی کار میکنه. بالچی یک نیم نگاهی به تابلوی زمان سنج میکنه، حالا او زیرگیری میکنه در منطقه قرمز دوشک. ببینیم که چه اتفاقی افتاده. بله، یک امتیاز رو برای بالچی در نظر میگیرند. نبایستی مربیان ما اعتراض بکنن. به عقیده من اعتراض ممکنه که یک امتیاز به ضرر رضا یزدانی بشه. این کار را به خوبی انجام میدن و حالا یزدانی میتونه امتیاز از دست داده رو جبران بکنه. رو به جلو حرکت میکنه، بایستی زیر بگیره. 7 ثانیه باقی مانده. دیر اقدام میکنه رضا یزدانی و وقت دوم به سود سرحد بالچی خاتمه میپذیره. حالا اگر تصویر زیرگیری بالچی رو تلویزیون ترکیه نشون بده، متوجه میشیم که اصلا پای رضا یزدانی از منطقه قرمز خارج شد یا نه. بله، تصویر آیسته رو با هم شاهد هستیم. در منطقه قرمز دوشک اصلا پای رضا یزدانی به طور کامل از منطقه قرمز خارج نمیشه و طبق قانون بایستی پای او به طور کامل از منطقه قرمز خارج شده باشه. به هر حال تشخیص داوران بر این بوده که پای رضا یزدانی از منطقه قرمز به طور کامل خارج شده. یک امتیاز رو به سرحد بالچی میدن، اما ما امیدوار هستیم به این 2 دقیقه. سرحد بالچی با حمایت تماشاچیان حاضر در سالن روحیه‌ای گرفته. رضا یزدانی نبایستی بایسته. اگه دستاش روی سرگردن حریف کار بکنه، میتونه امتیاز لازم رو بگیره. همین کاری که الان شروع میکنه. 5 در 5 هم میبرن. داور یک بار دیگه 2 دست 2 کشتیگیر رو از هم جدا میکنه. چهل و پنج ثانیه رو 2 کشتیگیر پشت سر گذاشتن. داور حالا به 2 کشتیگیر تذکر میده. نبایستی کار به کلینچ کشیده بشه. بالچی نشون میده که قصد زیرگیری رو داره. یزدانی حالا دستاش به خوبی کار میکنه. بایستی به این کشتیگیر ترک چسبیده در واقع مبارزه بکنه. همون کاری که در 2 دقیقه این نخست کرد. دست رو بایستی زیر کتف ببره. رو به جلو حرکت بکنه. نبایستی فضا ایجاد بشه بین او و بالچی. حالا زیرگیری ناقص از سوی هر 2 کشتیگیر، در حالی که فقط 40 ثانیه تا پایان این مبارزه وقت باقی است. میتونه رضا یزدانی زیر بگیره که حالا این کار رو انجام میده. زیر یک هم رو میگیره، تبدیل به دخم باید بکنه، این کار رو انجام میده. حریف از جا جدا میکنه و موفق میشه او رو در منطقه قرمز دوشک در خاک بنشونه. در حالی که فقط 28 ثانیه تا پایان این مبارزه وقت باقی است، رضا یزدانی میتونه این کشتی رو اداره بکنه. اما نبایستی فرصت بده به بالچی که حمله بکنه، چون ممکنه یک امتیاز و یک اخطار رو به سود او درخواست بکنند. حرکات داور این چنین نشون میده. ببینید، تذکر بیمورد به رضا یزدانی. فقط 20 ثانیه یک زیر دیگه میتونه کار رو تموم بکنه برای رضا یزدانی. بالچی نشون میده که قصد زیرگیری داره. بایستی دست رو به زیر کتف ببره رضا یزدانی. سرگردن رو میگیره. 10 ثانیه باقی مونده. او رو بایستی به سمت پایین قوس بکنه. داور بی مورد 2 کشتیگیر رو از هم جدا میکنه. یزدانی بایستی دست رو به زیر کتف ببره. بایستی بچسبه به حریف. چسبیده بایستی مبارزه بکنه. یک زیر سرگردن رو میگیره. 5 ثانیه 4 ثانیه و تمام هست. باور بکنید که تمام هست و اینجا زنگ پایان مبارزه 2 کشتیگیر به صدا در میاد و نشان طلای مسابقات سال 2011 میلادی گردن آویز دلاور جویباری رضا یزدانی میشه.
در سالن چه خبر هست؟ سکوت ترک ها و خوش در سالن. کسب نشان طلای مسابقات جهانی کشتی توسط دلاور مرد کشتی کشورمون رضا یزدانی رو به شما ملت عزیز تبریک میگویم. تنین دلنشین در ترانه ها توی، ای بهار شقانه ها توی، باغ گل شکفته شد با گل سپید تو، دل چراغ کوچه ها روشن از امید تو. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. کسب نشان طلای مسابقات جهانی کشتی آزاد توسط رضا یزدانی رو به شما ملت عزیز تبریک میگویم. باشیم ما پیروز میدان. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان، پیروز میدان. خب در حالی که شما شاهد هنرنمایی رضا یزدانی هستید و تصاویر آهسته این مبارزه حساس رو مشاهده می کنید، بایستی عرض بکنم که رضا یزدانی از آمادگی بسیار خوبی در این مسابقات برخوردار بود. او موفق شد در طول مبارزات خودش رسلان شیخوف بلاروس رو شکست بده، ضمن اینکه بسیاری از کشتیگیران صاحب نام مثل گاتسالوف از دور مسابقات حذف شدن، گازیموف ترک از دور مسابقات حذف شدن، تگیف قزاق نتونست جایی فراتر از پنجم رو به دست بیاره، وارنر امریکایی و رسلان شیخوف بیلاروس هم عنوان سوم رو در این مسابقات به دست آوردن. بایستی به تمامی هموطنان عزیز این پیروزی رو تبریک بگم، به خصوص به جویباری های علاقمند به کشتی که خون کشتی در رگ‌های اونها جاری است. این پیروزی ارزشمند و این کسب نشان طلا بر حال لازم بود که خون دوباره‌ای به کشتی ما بدمه و رضا یزدانی این جریان رو به وجود میاره. سه امتیاز در وقت نخست رو به دست آورد. تصویر آهسته رو ببینید که زیر یک خم، اینجا لحظه ای بود که موچه پا رو نتونست به خوبی از آن خودش بکنه و بالچی در وقت دوم پای خودش رو از دست رضا یزدانی خارج کرد. ترک‌ها تلاش زیادی کردن تا شاید بتونن یک نشان طلا رو به دست بیارن، اون هم در وزن 96 کیلوگرم. ببینید اینجا پای رضا یزدانی به طور کامل از منطقه قرمز خارج نشده بود که متاسفانه داوران در وقت دوم یک امتیاز رو بی مورد به بالچی دادن تا شاید شانسی برای بالچی به وجود بیاره. ما